زلمه خلیلزاد دور جدید سفرش به دوحه، اسلام آباد و کابل را آغاز کرد. سلام دوستان عزیز، به یکی دیگر از اخبار ناب کانال رنگارنگ خوش آمدید. کانال خودتان را سابسکرایب کنید و از بهترین های روز در افغانستان به جهان بهره مند گردید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان دور تازه‌ای از سفرهایش را در پیوند به روند صلح افغانستان شروع کرد. وزارت خارجه آمریکا با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این دور از سفرهای خلیلزاد روز جمعه 16 جوزا به قطر، پاکستان و افغانستان آغاز شده است. طبق اعلام این وزارت، محور اصلی سفر خلیلزاد تلاش برای دستیابی به توافق بین طرفهای افغانی در مورد اقدامات عملی برای گام‌های بعدی روند صلح به هدف افغان آغاز مذاکرات بین الافغانی است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که خلیلزاد در این دور سفرش همچنان عمل کرده طرفها را در مورد تعهداتی را که در توافقنامه صلح با طالبان و اعلامیه مشترک آمریکا و افغانستان صورت گرفته است بررسی خواهد کرد. این وزارت از کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان به عنوان تعهدات موجود در این دو سند یاد کرده است. دور تازه سفرهای خلیلزاد به هدف زمینه‌سازی برای مذاکرات بین الافغانی در حالی شروع شده است که پیش از این منابع به روزنامه 8 صبح گفته بودند که توافق در مورد زمان و محل احتمالی برگزاری این مذاکرات صورت گرفته است. طبق معلومات منابع، 26 جوزا به عنوان زمان احتمالی برگزاری مذاکرات بین الافغانی تعیین شده است. هرچند گفته شده است که ممکن گزارش تازه سازمان ملل متحد که از روابط طالبان و القاعده به رغم توافق با آمریکا برای قطع این روابط پرده برداشته شده است، روی شروع مذاکرات بین الافغانی سایه بیفکند. این در حالی است که تاریخ بشر بیانگر گردش ساعت بدون توقف به عقربه‌های صلح و جنگ است. مدام با آواز خشن شیپوری جنگی آغاز شده و با اهتزاز درآمدن پرچم رنگین صلحی پدیدار شده اما در میان این فاصله نچندان طولانی جنگ و صلح افغانهایی بسیار به قتل رسیده اند. درختان، حیوانات، گیاهان و موجودات زیادی از بین رفته اند. به پیامدهای آن جز ویرانی، تباهی، فلاکت و بربادی ملتها چیزی دیگری نبوده است. از دیری به این طرف مخصوصا در یک دهه اخیر بازار واژه های جنگ و صلح در افغانستان نیز به گرمی گراییده است. جنگی که همه با عوامل و پی در آمدهای آن بلد هستند و باید هم بلد باشند چون نسل جنگی هستند، اما از صلح چه خبر؟ تعبیر نسلی که در جنگ به شرایط جنگی خواسته و ناخواسته مستقیم یا غیر مستقیم بزرگ شده اند از صلح چیست؟ از نظر گارل مارگس فهم صلح سیاسی کار دشواری است. بر اساس این روایت، صلح یعنی هر وقت خواستید بتوانید شکار یا ماهیگیری کنید. ظرف شیر را دست به دست بچرخانید تا هر کس از آن سهمی مناسبانه‌ای ببرد. این تحقیقا همان پایان تاریخی است، یعنی سرزمین در آخرالزمان. هرچه جنگ و کشمکش بود تمام شد، جز شادمانی برای به دست آوردن شیر رایگان نگرانی دیگری وجود ندارد. از دید آروخ اسپینوزا، فیلسوف هالندی، صلح به معنای نبود جنگ نیست، بلکه فضیلتی است که از نیروی جان مایه میگیرد. به باور وی همان طوری که آزادی به معنای زندانی نبودن نیست، صلح هم به معنای جنگ نیست. پس صلح برای جامعه مثل افغانستان که آن را گذشته از همه فضایل و مزایای آن فقط و فقط در قالب آتش بس و نبود جنگ خلاصه می کنند، به همین سادگی و خوشباوری های موجود قائل حصول می شود. زمانی که در رابطه به صلح افغانستان سخن به میان می آید، سه مسئله مهم باید به مثابه پایه های اساسی صلح به بحث و بررسی گرفته شود. اراده صلح بنیادی ترین اصل برای رسیدن به صلح است که در داخل یک سرزمین شکل می گیرد و این اراده از سوی مردمان آن سرزمین پیشکش می شود. این مبالغه نخواهد کم بود که بگویم جنگ های 40 ساله در افغانستان هیچ قشر طبقه، قوم، حتی هیچ خانواده را به دور از آسیب های گوناگون نگذاشته است. این آسیب‌های مشترک جانی، مالی، اجتماعی و فرهنگی باعث تشدید درد مشترک در بین همه مردم افغانستان شده است. به این درد مشترک مردم را واداشته تا اراده مشترک مستحکم در برابر صلح داشته باشند.
در نظام‌های مردم سالاری این اراده از طریق پروسه‌های دموکراتیک مثل انتخابات به دولت واگذار می‌شود که آن را اراده دولت برای آوردن صلح می‌گویند. خوشبختانه در افغانستان نیز این اراده شکل گرفته است. منبع اصلی دومین اصل برای برقراری صلح تلقی می شود که بیشتر وابسته به قدرت بوده و از اقتدار سیاسی نشأت می گیرد. اختلافات سیاسی برای رسیدن به اقتدار سیاسی یکی از عوامل کلان عقب‌مانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تاریخ معاصر افغانستان پنداشته می شود. جمله معروفی هست که صلح در قدم اول از جنگ نکردن بین خود آغاز می شود، که این امر باعث تقویت اقتدار سیاسی می گردد. تاریخ حل منازعات در اکثر جامعه بشری نشان می دهد که زمانی که دولت ها از یک آدرس ضعیف سیاسی به بدون داشتن پشتوانه قوی، مردمی با گروه های مخالف خود وادار مذاکره می شود، برای حل منازعات سیاسی و رسیدن به یک صلح همه جانبه شده اند، به نتایج مطلوبی دست نیافته اند. تنش‌های سیاسی مدام باعث تضعیف اقتدار سیاسی دولت‌ها می‌شود. خوشبختانه باید گفت که بعد از اعلان نتایج انتخابات به سپری نمودن تنش‌های بیشمار سیاسی، اکنون رهبران سیاسی افغانستان به یک توافق سیاسی دست یافتند و دارند آهسته آهسته به یک منبع واحد برای برآوردن صلح تبدیل می‌شوند. این خود یک امیدواری بزرگ است. بازیگران صلح نهایی ترین اصل برای اجرای عملی پروسه صلح به شمار می روند. بازیگران صلح به آگاهان، کارشناسان، دکتران و متخصصان گفته می شود که شگردها و پهلوهای پنهان و پیدای صلح را به گونه قابل ملاحظه درک کرده و مهارت‌های لازم را در امر صلح پروری، صلح آفرینی و حل منازعات دارا می باشند. شورای عالی مصالحه ملی که بعضن آنها را بازیگر صلح می‌دانند، عقبه علمی و تحقیقی برای بحث مصالحه به مذاکره ندارند، به در نتیجه یک برنامه دقیق و استراتژیک شکل نگرفته است. هرچند این دشواری بر اساس یک توافق سیاسی و به گونه امتیاز طلبانه به میان آمده، با آن هم یک امر نیک پنداشته می شود، اما این شورا بیشتر می تواند نقش پالیسی ساز را داشته باشد و آجندای صلح را به یک آجندای ملی در درون قدرت بدل کند. در صورتی که جریان ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله از شورای مصالحه ملی من حیث یک امتیاز سیاسی استفاده کند. نمی توان اعضای این شورا را بازیگران اصلی صلح خواند. در نهایت این شورا به سرنوشت شورای عالی صلح در دوران حکومت وحدت ملی مواجه خواهد شد که بیشتر جنبه تشریفاتی داشت. افغانستان در شرایط فعلی با سه مانی بزرگ فراراه پروسه صلح مواجه است. اول، مافیای جنگی که ریشه بیشتر آنها در بیرون از مرزهای افغانستان وجود دارد. دوم، مافیای مواد مخدر که بیشتر آنها مافیای منطقه‌ای اند. سوم، مافیای اقتصادی ملی منطقه‌ای بین المللی که از جنگ در افغانستان پول به دست می آورند، مثل گروه طالبان. اگر این شورا بتواند در تصامیمش جدیت نظر کند و در همسویی و همکاری متخصصان و امور مصالحه و حل منازعات سیاسون، دولت افغانستان، فعالان جامعه مدنی، نهادهای ملی و فرامیل آجندای صلح را به یک برنامه و استراتژی عملی فعال و دینامیک در سطح ملی، منطقه و بین المللی بدل کند و موانع پروسه صلح را به گونه دقیق و عملی تشخیص بدهد و برای رفع آنها با استفاده از ظرفیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی گام بردارد. احتمال خیلی قوی وجود دارد که افغانستان به یک صلح حقیقی و پایدار دست یابد. با سپاس از این که تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. برای دریافت بهترین ویدیوهای روز از افغانستان و جهان، بیننده کانال خودتان رنگارنگ باشید و کانال خودتان را سابسکرایب کنید و زنگ آگاهی را فشار بدهید. تا ویدیوی بعد، پدرود.